فرق اینجا رو الله اطلاع دارم حالا مغبز شد الله ظاهرن از خودمون شروع کردیم بطور اول خودمون رو قطع کنیم. طبق اعلام وزارت نیرو امسال 13 تا 16 هزار مگاوات کسری برق داریم و راهی جز این نداریم که با دادن خاموشی تابستان را پشت سر بگذاریم، چون به گفته یک کارشناسان با شیوه های مدیریت مصرف امکان جبران این میزان کسری وجود ندارد. 13 هزار مگاوات کسری برق به این مفهوم است که باید 13 نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شود تا بدون خاموشی تابستان را پشت سر بگذاریم، وگرنه باید برای گذراندن ایام خاموشی فرهنگ وجود یک بسته شمع در هر خانه را جا بیاندازیم. ساختن 13 نیروگاه غیر اتمی بزرگ هم کار راحتی نیست. برای ساخت یک نیروگاه 1000 مگاواتی حرارتی علاوه بر تامین منابع مالی باید 5 سالی وقت صرف کرد. ساخت یک نیروگاه کوچک 25 مگاواتی هم دست کم 1.5 سال زمان نیاز دارد. بنابراین حتی اگر امروز اراده کنیم که کمبودها را جبران کنیم، 5 سال بعد مشکلات مرتفع می شود. روزهایی که سید ابوالحسن خاموشی سرپرست وزارت نیرو بود، خاموشی برنامه ریزی شده برای مردم درگیر جنگ ایران امری عادی تلقی می شد. حالا با گذشت بیش از 3 دهه از آن دوران، باز هم به دوران خاموشی بازگشته ایم. البته در آن دوران مسئولان وزارت نیرو از بروز خاموشی ها عذرخواهی می کردند، اما این روزها نه تنها تهیه جدول خاموشی ها امری عادی جلوه داده می شود، بلکه برای آگاهی یافتن از جدول خاموشی ها وزارت نیرو از دانش روز و اپلیکیشن های مختلف مثل برق من هم استفاده می کند تا مردم بدانند چه ساعتی از شبانه روز را برق نخواهند داشت. این در حالی است که صنعت برق در دنیا از آن صنایع پیشرویی است که برای 50 سال آینده خود هم برنامه دارد و کارشناسان این حوزه خاموشی حتی برای یک لحظه را هم بر نمی‌تابند، چه برسد به اینکه علاوه بر تابستان‌ها در زمستان‌ها هم خاموشی داشته باشیم. اما چه شد که حال روز صنعت برق این گونه رقم خورد؟ آنطور که علیرضا اسدی معاون پژوهشی سندیکای برق میگوید، سیاست‌گذاری غلط در زمینه تامین انرژی مورد نیاز خانواده برای دستیابی به رفاه سرمایش و گرمایش در دو فصل سال و وابسته کردن نیازها به دو حامل انرژی یعنی برق و گاز باعث شده است که در تابستان‌ها با کسری برق و در زمستان‌ها با کسری گاز مواجه باشیم، زیرا مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی در طول سال تقریبا عدد ثابتی است و آن بخشی که مصرف انرژیش نوسان دارد بخش خانگی است. سبد عرضه انرژی برق هم در کشور نامناسب است. بخش قابل توجهی از تامین برق مورد نیاز کشور که حدود 9% است به توربین‌های برقابی و سدهای کشور متکی است. بنابراین در ایران نیمه خشک سالهایی که باران کم می‌بارد با مشکل تامین برق در نیروگاه‌های برقابی مواجه می‌شود. اینکه این شکاف بین عرضه و تقاضای برق این سالها افزایش پیدا کرده به دلیل اینه که ما دو تا روند متفاوت مقایر هم یا نامناسب هم داشتیم. یعنی که 10 سال گذشته به طور متوسط نرخ رشد تقاضا سعودی بوده، یعنی از هلوش مثلا 3% رسیده به هلوش 7%. یعنی هم طبیعیه، یعنی یه بخشش به خاطر اینه که وابستگی به انرژی و زندگی امروز ما خیلی بیشتر از مثلا 10 سال پیشه، فارغ از موضوع سرمایش و یه همه چارجرها و خیلی از تجهیزات خانگی برمی شدن. و در نقطه مقابلش نرخ رشد ظرفیت نیروگاه یا ظرفیت تولید برق ما توی این 10 سال نرخش نزولی بوده، یعنی از نرخ رشد 7% رسیده به هلوهوش 2.5 تا 3%. دلیلش هم سرمایه گذاری بوده دیگه. بله. اوریج این دوتا، یعنی اگه اوریجشون رو نگاه کنیم، نرخ متوسط توی مصرف 5% نرخ رشد مصرف، نرخ رشد تولید متوسط یا اوریجش هلوش 2.5 تا 3%. این شکاف پایداره، این شکاف آینده هم بوده. بنابراین که هیچ کدوم از این مکانیزم‌های سیاست‌های مدیریت تقاضا جوابگوی این حجم از شکاف نیست و قابل پیشبینی هم می بود، یعنی مثلا ما ترند رو نگاه می کردیم چیزی نبود که نتونید پیشبینیش بکنیم. در حالی که وضعیت امروز صنعت برق و خاموشی‌های گسترده قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت نیرو دست روی دست گذاشت تا چنین روزهایی در ایران رقم بخورد؟
دلایل مختلفی برای این مسئله بیان می شود. ابراهیم خوشگفتار، نائب رئیس سندیکای تولید کنندگان برق، آغاز بحران در این صنعت را از سال 93 عنوان می کند. در آن سالها قرار بود سرمایه گذاری دولت در بخش نیروگاهسازی متوقف شود و بخش خصوصی وارد این عرصه شود، اما وزارت نیرو سیاستی را در پیش می گیرد که باعث گریز بخش خصوصی می شود و وزرای پیشین نیرو هم در مسیری گام بر می دارند که روند رو به رشد صنعت برق متوقف می شود. آقای اردکانیان رسما گفت مثلا ما 200 ساعت کمبود داریم، 2300 ساعت کمبود داریم، یه جور جبران کنیم. همون 2300 ساعت یعنی 4 ماه سالیه که مشکل داریم. مثلا یک شما بگید من نگهبان دارم سر یه ساختمون، 10 سال هیچ اتفاقی نیفتاده، بس بی خودی هستش. ولی یه بار اتفاق میفته دیگه. این استدلال موضوعی که به وجود اومد تقریبا با این مدل رفتار شد. یعنی آقای اردکانیان گفتش که چون ما توی بازه مثلا 2300 روز برق 2300 ساعت برق پیکمون میره بالا، من برای این میزان سرمایه گذاری نمی کنم. درست؟ سرمایه گذاری نمی کنم. درست. و تفکر آقای چیچیان هم همین بود. آقای چیچیان دنبال تجدید پذیرها بود، یعنی دنبال این بود که تجدید پذیرها و یه سری کارهای دیگه ای بکنه، ولی بازم اونم به بخش خصوصی یعنی به توسعه این چنینی خیلی اعتقاد نداشت و پیش نبردن. حاصل سیاست‌گذاری‌های از سال 93 به بعد و نامناسب بودن اقتصاد برق سبب شد که نیروگاه‌های جدید با سرعت کمتری در کشور ساخته شوند و دولت ناگزیر باشد برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و اعمال خاموشی‌های کمتر در بخش خانگی به بخش صنعت در فصل تابستان فشار بیاورد. دولت صنایع انرژی بر بزرگ مثل فولاد و سیمان را تحت عنوان مدیریت مصرف مجبور می‌کند که شیفت‌های کاری خود را کم کنند و حاصل این سیاست افت تولید در این بخش‌های ارزآور برای کشور است. سیاستی که وزارت نیرو این روزها برای عبور از بحران خاموشی در پیش گرفته است، در کوتاه مدت بخش زیادی از صنایع را دچار اختلال تولید کرده و حاصل آن در صورت‌های مالی این صنایع در سال بعد از اعمال خاموشی آشکار می‌شود و در بلند مدت در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، اشتغال و ارزش افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌شد از دست خواهد رفت.